روزی روزگاری بیلی 3 بز داشت که اسم هر 3 گراف بود. همه اونها روی یه تپه زندگی میکردن، اما غذای کافی برای خوردن نداشتن و همیشه خیلی گرسنه بودن. یه روز تصمیم گرفتن برن روی تپه اون طرف دره زندگی کنن. اونجا همیشه پر از علف بود و میتونستن هر چقدر که دلشون خواست غذا بخورن و حسابی چاق و چله و سالم بشن. در راه خونه جدیدشون یه پلی بود که مجبور بودن ازش عبور کنن و زیر پل یه غول خیلی بزرگ و زشت زندگی میکرد. چشمای اون به بزرگی هندونه و دماغش به درازی هویج بود. اول جوانترین بز بیلی به پل نزدیک شد. تق 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 و رفت روی پل و البته صدای سومش خیلی بلند بود. غول با قرش گفت: کیه که داره روی پل من تق تق با پاش صدا میده؟ بز گفت: اوه، منم، جوانترین بز بیلی. غول گفت: و کجا داری میری؟ بز با صدای کوچیکش گفت: من دارم میرم روی تپه اون طرف دره تا علفای بیشتری بخورم. غول گفت: اوه نه، تو اجازه نداری بری، من میخوام بخورمت. بز گفت: لطفا منو نخور، من خیلی کوچیکم، اگه صبر کنی تا برادرم بیاد مطمئنم خوشحالتر میشی، چون اون از من بزرگتر و خوشمزه‌تره. غول قبل از اینکه حرفی بزنه یکم مکس کرد و گفت: بسیار خوب، از تو میگذرم. و کوچکترین بز با سرعت از روی پل عبور کرد و به سمت تپه جدید رفت. یکم بعد دومین بز بیلی اومد تا از پل عبور کنه. تق 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 صدای سومش به گوش غول رسید. غول با قرش گفت: کیه که داره رو پل من را میره؟ دومین بز بیلی گفت: او منم، دارم به سمت تپه جدید میرم تا با برادرم علفای بیشتری بخورم. غول گفت: نه، اجازه نداری، چون من میخوام تو رو بخورم. بز گفت: لطفا منو نخور، صبر کن تا اون یکی برادرم بیاد، اون خیلی از من بزرگتر و خوشمزه تره. غول قبل از اینکه حرفی بزنه یکم مکس کرد و فکر کرد و گفت: بسیار خوب، از تو میگذرم، میتونی بری. و دومین بز بیلی هم سری از روی پل رد شد تا پیش برادرش در تپه جدید بره. بعد از دقایقی بزرگترین بز بیلی به پل نزدیک شد. تق 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 و چون سومین بز خیلی سنگین بود، تکه های چوبی پل حسابی به جیرجیر و تق تق افتادن. غول با غرش گفت: کیه که داره رو پل من سر و صدا میکنه؟ بز گفت: منم، بزرگترین بز بیلی، گراف. غول گفت: پس من میام تو رو بخورم. بز بدون اینکه از غول بترسه گفت: خب پس بیا. غول شروع کرد به راه رفتن تا به بزرگترین بز نزدیک بشه و وقتی یکم مونده بود تا به بز برسه، بزرگترین بز بیلی سرش رو خم کرد و به غول حمله ور شد. غول در یه چشم به هم زدن به آسمون پرواز کرد و محکم تو جریان آب رودخونه افتاد. پس بزرگترین بز بیلی لبخند زنان از روی پل رد شد و رفت پیش برادراش که در تپه جدید منتظرش بودن و اونها به خوبی و خوشی تا ابد در کنار هم زندگی کردن. در تمام روز هر چی دلشون میخواست علف میخوردن.